Merhaba, Afgan Türk Marif Okulları tarafından hazırlanan 15 dakikada Türkçe programına hoş geldiniz. Selam, ben Suhaib Gaffari. Bu programla Türkçeyi en hızlı, en kolay ve en eğlenceli şekilde öğreniyoruz. Her gün yalnızca 15 dakikada. Hazır mısınız? Haydi bugünkü programımıza başlayalım. سلام به برنامه ای در 15 دقیقه زبان ترکی توسط مکاتب معارف افغان ترک خوش آمدید من صحیب غفاری هستم در این برنامه زبانی ترکی را به شکل بسیار جالب و خوشایند با هم یک جای یاد میگیریم هر روز فقط 15 دقیقه در دستهای قبلی جملات ساده ای اسمیه را آموختیم بعد از این در ساختن جملاتی کوتاه و ساده با استفاده از فعل چه نظر دارید در این درس به افعال پرکار بود در زبان ترکی شکل ساده فعل حالت امری آن می باشد در حالت مثبت هیچ پسوند اضافه نمی شود پس بیایید شروع کنیم گل یعنی بیا گیت برو آل بگیر ور بطی. gir, dahil şu, çık, beray, aç, baskın, kapat, bastakun, söyle, bugu, konuş, gapbazan, dinle, guşbede, yaz, benevis, oku, bekhan, bak, negahkun. گستر، نشان بده تکرارت تکرار کن حالا حالت منفی این افعال امریه را بیان کنیم در زبان ترکی افعال با اضافه کردن پسوند ما و م به حالت منفی تبدیل می شود قاعده که در پسوند جمع جمع و لارب، لر بود نظر به آن قاعده به فعل پسفنده های ما و م اضافه کرده می توانیم. اگر در هجای اخیر یک کلمه یکی از حروف صدا داری آ، او، آ، او باشد ما استفاده می کنیم. و اگر حروف صدا داری ای، ای، او، او، می اضافه می کنیم. حالا حالت منفی افعالی که ذکر شد را می آموزیم. بعد از چند فعل حالت مثبت فعل ها را به حالت منفی تبدیل می کنیم گلم نیا گیتم نرو آلم نگیر ورم نتی گیرم داخل نشو چکم بیرون نشو حالا نوبت شماست آچم کپاتم سویلم Konuşma, dinleme, yazma, okuma, açma, bozma, kapatma, besseme, söyleme, nego, konuşma, gap nazar, dinleme, guşnekon, yazma, ne neviiz, okuma. نخان بکما نبین گسترم نشان نده تکرارتم تکرار نکن همان طوری که افعال امریه را به تنهایی استفاده می با مفعول نیز استفاده کرده می توانیم نظر به مطابقت صداها در مفعولی که قبل از فعل قرار می گیرد ا ای او او و یه yeah, اضافه می کنیم. این مفعول از فعل تأثیر می پذیره. با گرفتن پسوند تعیین کننده یا مشخص کننده اسم و فعل ربط پیدا می کند. نظر به حروف صدادار آخرین هجای کلمه. آ ا ا ای او او Ö, ü pasayım dersi dinle dersi dinle beni bekleme sütü içme evi temizle ödevi yap onu arama filmi seyret kalemi verme در زبان ترکی دو حرف صدادار پهلوی هم قرار نمی از این لحاظ به یک صدای کمکی ضرورت است. حالا به این مثال ها توجه بکنید. پارای آل پارا او آل نمی گوییم. به خاطر آسان کردن خانش آن بین کریمه و پسوند حرفی یه را می گذاریم. و یا یکا را آن موتر را بشویم در اینجا یک پرانتز را باید خدمت شما باز بکنم که در زبان ترکی حروف ا ای او او, او وقتی به آخر یک کلمه می آید او کلمه را مشخص می کند اگر نیاید او می تواند عموم بحث بکند حالا با مثال ها را به اون یک پرانتز براتون باز میکنم وقتی میگیم آرابایی یکا به معنای این است که آن موتری که در آنجا هست و ما میدانیم که آن موتر در آنجا هست آن را بشوی وقتی میگوییم که آرابایکا به معنای این است که میتواند هر موتری مختلفی باشد و اون موتر برو بشوی به این معنی میدهد به همین شکل کپوی اچ آن دروازهی که مشخص شده است او را باز بکن و یا کپو اچ دروازه را باز بکن این معلوم نیست کدام دروازه باید به با شکل پنجری کپات پنجری که مشخص شده به شما نشان داده شده بسته بکنید باید پنجری کپات و یا مثلا میگویم پنجره کپات میتواند هر پنجری مختلف باشد این را در اینجا توجه بکنید در زبان ترکی کلماتی که با حروف پ چ ک تمام شود و پسوندی را که با حروف صدادار آغاز شود را بگیرد حروف آخر کلمات به ج، د، گ و یوموشک تبدیل می شود به این نرم شدن بی صداها و یا انسوز یوموشمس می گویند حالا توجه کنید به این مثال ها کتاب کتاب ب پ و ب تبدیل شد اگر در پهلوی حرف پ یک حروف صدادار قرار بگیرد و بی تبدیل می شود دولاب دولاب موزیک موزی که به یموشک گه تبدیل شد اگر در پهلوی حرف که یک حروف صدادار بیاید که به یموشک گه تبدیل می شود یمک یمک یمیی çocuk, çocuğu, ağaç, ağacı, gözlük, gözlüğü. Eğer der pahalı harfi ç, bir harfi sadadar beyaz ve c tabdil mişavad. İlaç, ilacı, borç, bu borcu, اگر در پهلوی حرف ت یک حرف صدادار بیاید به د تبدیل می شود یوردو بعضی کلماتی که از زبانهای خارجی آمده است از این قاعده طبعا مستثنا است انترنتی مارکتی حکوکو دیویلیتی این کلمات بر علاوه ای این که با حروف ت و ک خلاص شده است اما با حروف د و یوموشک تبدیل نشد بعضی کلمات یک هجایی از این قاعده مستثنا باشد کت آلت است در دستهای قبلی اعداد را مشاهده کرده بودیم حالا این اعداد را طوری استفاده می کنیم که مفهوم اعداد ترتیبی یا درجه را ارائه کند. به این شکل همچنان اعداد را مرور می کنیم. بیایید پس شروع کنیم. برای اینکه اعداد مفهوم درجه را بدهند باید مطابق صداها پسبندهای اونج، اینجی، اونجو، اینجو اضافه نماییم. نظر به آخرین هجای اعداد این پسبندها را علاوه می کنیم. حالا به مثال ها توجه بکنید. آ او ونجه دکسانونجه بعد او آمد اونجه شد و در آخرم نودو نودم a ای اینجی سکیزاینجی هشتم او U, uncu, dokuzuncu, nohum, a, ü, üncü, üçüncü, sevum. Ama iki, altı, yedi. Bekodur ki huruf ve ahir sadadar has, fakat çi mi girat? ne C i Nici mi girat. پس چی گفتیم؟ ایکین جی آلتن جی یدین جی در زبانی ترکی اعداد را در متن جدا می نویسیم اگر در پهلوی اعداد نقطه گذاشته شده باشد مفهوم درجه را ارائه می کند بیر پهلویش نقطه گذاشتیم بیدین جی ایکی ایکین جی üçüncü, dört, dördüncü, beş, beşinci, altı, altıncı, yedi, yedinci, sekiz, sekizinci, dokuz, dokuzuncu, on, onuncu, on bir, on birinci, on iki, on ikinci, 20 20. 30 30. 40 40 40. 50 50. 60 60. 70 70. 80 80. 100 100. 1000 1000. حالا اعداد را بعد از گفتن من به شکل اعداد ترتیبی بیان کنید بیر بیرینجی ایکی ایکینجی ایچ اچ، ایچونجی درد دردونجی وقتی بخواهیم تعداد یک افاده را بپرسیم از, از پسوند سوالی کچ استفاده می کنیم Ve zamanı ki dereceyi onlara bekleyip bir porsiyon, kaçıncı istifademi kaç yaşındasın? Otuz yaşındayım. Kaç kardeşim var? Beş kardeşim var. Evde kaç kişi var? Evde sekiz kişi var. Resimde kaç kalem var? Resimde altı kalem var. Sokakta kaç araba var? Sokakta 11 araba var. Kaçıncı sınıftasın? 9. Dokuz, sınıftayım. Kardeşin kaçıncı sınıfta? Kardeşim 6. sınıfta. Senin evin kaçıncı katta? Benim evim 4. katta. Ahmet kaçıncı sırada? Ahmet ikinci sırada. Senin evin کچینجی سکات بینیم ایبیم برینجی بی سکات و به آخر یک برنامه دیگی از برنامه ما رسیدیم وضایی خانگی در ارتباط به این برنامه را در کانال تلگرام باب ترکیه و ویدیوهای آن را از کانال یوتیوب و صفحات فیسبوک همین کانال دریافت نماییم با امید دیدار فردا در برنامه پانزر قزبانی ترکیه از طرف مکاتب معارف افغان در عین کانال و عینی ساعت به امید دیدار